دیدیم. در ضمن می‌خوایم که چند تا تلفن هم از گوشه و کنار جهان بگیریم و دوستان عزیزم در برنامه امشب ما بتونن شرکت تلفنی داشته باشن. بنابراین اجازه بدید به قسمت‌های دیگر گزارشتون گفتم چه گروه‌های دیگه‌ای الان در حال حاضر فعالیت دارن. شما گفتین که گروه دکتر امیر احمدی فعالیتشون اونقدر دیگه نیست، که البته خودشون مخالفت کردن با شما که اصلا لابی رژیم نیستن. چه گروه‌های دیگه‌ای، گروه‌های شاخص دیگه‌ای الان فعال هستن برای منافع جمهوری اسلامی در آمریکا؟ ببینید، در سال 2001 قرارداد ایلسا، یعنی قانون ایلسا که قانون تحریم‌های بود که علیه ایران و لیبی بود، این برای تمدید به کنگره بازگشت و اوج تلاش‌هایی بود که بخصوص شورای آقای امیر احمدی می‌کردن که این قانون مجدداً تصویب نشه. بعد از اینکه قانون تصویب شد، یک دوران به سر اومد و اون دورانی بود که کمپانی‌های مهم آمریکا به خصوص کمپانی‌های نفتی نقش فعال و نقش مسلط رو در لابی داشتن. از اون به بعد در خود شورای ایشون بابنی یک کانگرسمنی بود از آمریکا که الان در زندان هست به جرم فساد مالی، دریافت رشوه و دیگر بزهکاری‌ها. در سخنرانی که همین بابنی در مرکز همین شورای ایشون کردن، ایشون اعلام میکنن که از این به بعد این نوع لابی دیگه فایده نداره. ما باید لابی شهروندان، همون چیزی که محسن رضایی نشون دادی که خیلی قصهشو میخورد، باید اون لابی را بندازیم. یعنی به نام ایرانیان مقیم آمریکا بیام لابی را بندازیم. برای همین کار بابنه میره به سراغ یک نفری که مدیر فعالیت‌های شورای آقای امیراحمدی بوده، که آقای امیراحمدی میگن همه آمریکایی بودن در این شورا و یا ایرانیان آمریکایی. اتفاقا مدیر اینها یک کسی بوده به نام تریتا پارسی که ایشون تازه از سوئد اومده بوده، که اصلا آمریکایی نبوده، ایرانی آمریکایی هم هنوز نبوده، مدیر اینها بوده. باب نی به همراه تریتا پارسی، که اینو ما در یک گزارش مفصلی توضیح دادیم، باب نی به همراه تریتا پارسی اینها شورای ملی آمریکایان ایرانی تبار رو در سال 2002 تشکیل میدن که این لابی جدیده که به طور مشخص متأکید میکنیم که این بار رژیم ایران به طور مستقیم و بلا واسطه در این لابی نقش مستقیم داره. بعد از اومدن احمدی نژاد و با چشمانداز این که ممکنه درگیری بشه بین ایران و آمریکا، یک لابی جدیدی هم به این اضافه شده که سازمانی به نام سازمان کسمی. این دو سازمان برای توضیحش فرصت احتیاجی که در مراحل بعدی من خدمتتون میگم. و دکتر امیر احمدی، ما دعوت کرده بودیم از تریتا پارسی و همینطور بابک طالبی، بهشون تلفن کردیم و خواستیم ایشون هم در این برنامه حضور داشته باشن. متاسفانه به تلفن ما پاسخی ندادن، بنابراین سمت اونها رو من باید، سمت و سوی نظرات اونها رو باید من خودم یه مقداری منعکس کنم در برنامه میشب. آقای دایی، تریتا پارسی در سایت خودش شما و آقای کنت تیمرمن رو که مقاله انگلیسی رو با هم نوشتید مورد اتهام قرار داده و گفته آقای دایی عضو از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هستن. این یکی از اتهاماتی که به شما وارد کرده. تمام موارد اتهامی که شما به ایشون وارد کردیم به گروه ایشون رد کرده و گفته هدف از این حملاتی که به شورای ملی ایرانیان آمریکاییان نایک میشه، خاموش کردن صدای مستقل آمریکاییان ایرانی تبار مخالف جنگ با ایرانه. و در مورد منابع مالیشون هم گفتن که منابع مالی ما رو آمریکاییان ایرانی تبار و بنیادهای معتبر تامین میکنن و اون مسئله که شما گفتین رژیم ایران ممکنه به اینها پول اینا بده تکذیب میکنن به این ترتیب. نظرتون چیه در مورد صحبت‌های تریتا پارسی؟ عرض کنم که اول اجازه بدید در مورد اینکه تریتا پارسی کیه. تریتا پارسی ایشون فهمیدن هیچ سمتی نداشتن. در ایرانیان، مجله ایرانیان، مجله اینترنتی ایرانیان، 10 می 2002 ایشون صحبت کردن به عنوان دایرکتور، یعنی مدیر شورای آقای امیراحمدی کردن. دوباره مجدداً در سال 2001 سخنرانی بوده در یک جای دیگه که بابنی مجدداً سخنرانی کرده. طبق معمول اسپانسر این برنامه بابنی بوده، دوباره گرداننده این کار مدیر شورا یعنی تریتا پارسی بوده. اما در مورد اتهامی که زدن اینها، متاسفانه اینها پاسخی رو که به من، اولا که این مقاله رو من با آقای تیمرمن ننوشتم، این مقاله رو خود من نوشتم و آقای تیمرمن هم مقاله دیگری علیه تریتا پارسی نوشته بودن. اینها با وز کردن اینها به هم خواستن الغا بکنن چیزایی که دلشون خواسته. ولی اول از همه اونا اینو گفتن که با مجاهدینه. به چه دلیل گفتن؟ اطلاعاتی نداشتن. گفتن که این به خاطر اینکه مقالهش قبل از اینکه در فرانت پیج چاپ بشه روی سایت مجاهدین بوده. جالب اینه که هر کسی روی اینترنت بره و اسم این مقاله رو به فارسی تایپ بکنه، روی ده ها سایت چاپ شده. تنها سایتی که برایش این مقاله ارسال نشده به طور مستقیم و از سایت دیگری این مقاله رو گرفته چاپ کرده، سایت مجاهدین بوده. و بنابراین
خیلی سطح پایین پاسخ دادن به اینها. اما اینکه تریتا پارسی رابطهش با جمهوری اسلامی چیه و اینکه چجوری تشکیل شده و نحوه کار بوده، این چه چند دقیقه من اینو باید توضیح بدم. ولی اجازه میخوام یه به طور خیلی کوتاه در مورد مسئله ای که آقای امیر احمدی گفتن توضیح بدم. جمهوری اسلامی هر کسی رو هر موقع بخواد دستگیر بکنه، هر کسی رو هر موقع دستگیر بکنه بهانه پیدا میکنه. بهانه ای که پیدا کرده برای دستگیری این آمریکاییان ایرانی یک دلیل مسخره جاسوسی است که ما اینو محکوم میکنیم، باید اینا رو آزاد کنن. ایران رو متهم کرده به جاسوسی برای آمریکا و دریافت پول از آمریکا. اتفاقا گزارشاتی که من منتشر کردم دقیقا برعکس اون، ما میگیم جمهوری رژیم ایران با شیادی داره تکیه میکنه روی این مسئله. میلیون ها دلار این رژیم و متحدانش دارن در خارج کشور به نفع خودشون دارن خرج میکنن که من جمله ما به گروه تریتا پارسی تکیه میکنیم با استفاده از دلالان اسلحه، قاچاقچیان بین المللی، نئونازی ها و اینها داره پول خرج میکنه. بنابراین این حرف خیلی بیخوده که ما راجع به لابی رژیم ایران حرف نزنیم که ممکنه بهانه بشه برای دستگیری کسی که ما داریم ثابت میکنیم که خیلی از این آدما با رژیم جمهوری اسلامی ان، با مدرک داریم ثابت میکنیم که اینها با رژیم ایران دارن همکاری میکنن. این نمیتونه دلیل دستگیری کسی باشه. خب آقای دایی، دکتر امیر احمدی گفتن که سازمان ایشون و همینطور سازمان تریتا پارسی اینها سازمان های غیر انتفاعی هستند، نمیتونن لابی بکنن برای یک رژیم خارجی، قانونا نمیتونن. آیا شما قبول ندارین این حرفو؟ نه خیر، من اصلا قبول ندارم. این تعریف قانونی قضیه است. اتفاقا تو مقاله فرانت پیج با رفرنس با مرجع توضیح دادیم. یه مصاحبه‌ای داره تریتا پارسی با ایرانیان، ازش میپرسن اینو، چون راست میگن ایشون حق ندارن قانونا لابی بکنن. از اینها سوال میکنن آیا شما یه گروه لابی کننده هستید؟ میگه نه. در اولین سال تشکیلش اینا یک جلسه ای دارن با بابنی. اتفاقا خیلی صریح توضیح میده تریتا پارسی سخنرانی که میکنه در حضور بابنی، میگه یک قانونی اومد، یک لایحه‌ای اومد به کنگره آمریکا علیه رژیم ایران. بلافاصله بابنی یک قانونی در مقابل اون عرضه کرد. ما بلافاصله وارد کار شدیم، یعنی شورای تریتا پارسی با ارسال تعداد زیادی از نامه‌ها به کنگره باعث شدیم که اون قانونی که ضد رژیم ایران بود تصویب نشه و قانون بابنی تصویب بشه. این اسمش لابی هست، اسم دیگری نداره. ولی مهمتر از همه گفتم اگر توضیح بدیم که شورای تریتا پارسی توسط چه کسانی تأسیس شد، توسط دو تا از لابیست‌های بزرگ آمریکا و نطفه تأسیس این شورا در سال 1999 در قبرس چگونه نهاده شد که در اونجا یکی از دوستان آقای امیر احمدی بودن، این رو اگه توضیح بدیم کاملا مشخص خواهد شد که مفهوم قانونی و ظاهری لابی با اون چیزی که فی الواقع بین تریتا پارسی و قاچاقچیان بین المللی انجام شده برای تشکیل این شورا تفاوت از زمین تا آسمان است. آقای دایی، شما واقعا بر استناد با چه مدارکی این صحبت رو میکنید که متهم میکنید یک گروه رو با قاچاقچیان بین المللی؟ این واقعا یک اتهام بزرگه، چگونه شما میخواین ثابت کنید؟ بله، ببینید، تریتا پارسی از موقعی که از سوئد به آمریکا وارد میشه با اینکه جوان بوده بلافاصله مشاور بابنی میشه. بابنی ممکن هموطنان عزیز تو ایران نشستن، بابنی الان در زندان هست. یه بخش مهمی از پرونده ایشون به دریافت رشوه و حق حساب، در اصطلاح ایرانیش حق حساب، از دو تا از قاچاقچیان بین المللی ساکن لندنه. در سال 2003 که رابطه بابنی با تریتا پارسی در اوج خودش بوده، به خاطر اینکه در اون سال گویا یه پیشنهادی که توسط صادق خرازی معاون سفیر ایران در فرانسه نوشته میشه که رابطه ایران آمریکا خوب شه، مسئول تحویل دادن درست این قضیه به مقامات آمریکا رو بابنه میاد تریتا پارسی رو تعیین میکنه. یعنی هنوز روابط اینا در سال 2003 فوق العاده بوده. ببینید، در سال اوایل سال 2003 دو نفر از گانگ، هیچ لغت دیگه ای نمیشه استفاده کرد، دو نفر گانگستر بین المللی در لندن که یکیشون یک آمریکایی الاصله که به علت رابطه اینا رو میتونید توی گزارش من نگاه بکنید، حتی کافیه اسم بابنی رو تایپ بکنید روی اینترنت، اینها خواهد اومد. یعنی چیز مخفی نیست. این دو نفر یکیشون بوده سه بار محکوم شده بوده در آمریکا، با مافیای نیوجرسی رابطه داشته. سر الویس پریسلی خواننده که خواننده رو ایشون کلاه گذاشته بوده. اون یکی جالب تره، یک نفر سوریال اصل و قاچاقچی اصل هست که به جک خیکی فت جک معروفه، یکی از مهمترین قماربازان اروپا است که 17 میلیون دلار در یکی دو سال تو قمارخانه ها باخته. اتفاقا همین سال گذشته دولت انگلیس اموال ایشونو ضبط کرد، چون قرار بوده گویا یه هواپیما بفروشه به رفسنجانی که پول گرفته خورده. این دو نفر به دو نفر لابیست آمریکایی به همراه بابنه پول میدن، اینا پا میشن میرن لندن،
در اوایل سال 2003 که جزء پرونده بابنه، اون دو نفر لابیست اتفاقا وقتی که گیر میافتند در پروندهشون، یک نامه بسیار جالبی اون لابی بزرگشون که اسمش روی کافی هم مینویسه، در اون توضیح میده دقیقا که چطور من به همراه چیتا پارسی و دی استفانو که اون یکی دیگه لابیست و مشاور بابنه بوده، ما دور هم جمع شدیم برای تشکیل یک کمیته سیاسی، که کار بکنیم با همدیگه مشترک در واشنگتن، و توضیح میده که ما 9 ماه مشترکاً با هم کار کردیم. بله. توجه داشته باشین که این لابیستی که برای دو تا سفر، برای دو سفر به لندن 220 هزار دلار گرفته، به مدت 9 ماه در کنار چیتا پارسی کار کردن که یک پک، یعنی پولیتیکال اکشن کمیتی اینا درست بکنن. این یک طرف قضیه است. طرف قضیه که دیگه هم سیامک نمازیه که مستقیم این رو